صحبت های امیر عبداللهیان در نشست شورای امنیت رو بشنویم که سوژه شما شده. برگردیم. این K2 is it is the main key to the restoration. Is it main K2? Is it is the main key to the restoration of security to the region? Mr. President, Your Excellencies, Netanyahu seeks his own political life in war, and the survival of the Israeli regime relies on regional crisis and spilling over of conflict. Islamic Republic of Iran strongly supports security in the region. Thank you, Mr. President. ببینید واقعا این صحبت های وزیر خارجه جمهوری اسلامی است در یک نشست بین المللی و رفته بود اونجا در مورد مردم بیگناه فلسطین و اینها صحبت بکنه. ببینید اولا چقدر وقیحه که روز اعدام محمد قبادلو این آدم میره از کشتار مردم فلسطین حرف میزنه در یک پلتفرمی مثل سازمان ملل. واقعا یکتون راست میگفت که باید گل گرفت در این نهاد بین المللی رو. دولت بایدن هم که دیگه بر کسی پوشیده نیست، به تنها کسایی که ویزا نمیده پدر و مادرهای شهروندان معمولی ایرانی است که در امریکا زندگی میکنن یا نخبه ها و دانشجوهایی که میخوان فرار کنن از ایران برای یک زندگی بهتر، وگرنه مقامات رژیم و بچه هاشون و فامیلاشون همه ماشاءالله در رفت و آمد هستن. ولی میخوام این رو بگم که ببینید از 7 اکتبر به بعد به خصوص چقدر اینها دارن در واقع تحقیر رو تحمل میکنن در سوریه. هر هفته چند تا سردار و سرهنگ سپاه رو جنگنده های اسرائیل دارن پودر میکنن و حتی یک بار پدافندهای روسیه متحد حداقل ظاهریشون جلوی این جت های اسرائیلی رو نگرفته که در سوریه مستقر هست. پدافندهای روس اپراتورهای روسی به نظر فقط ودکا میخورن، تماشا میکنن که چطور سردارهای سپاه به قول شما در شبکه های اجتماعی دارن کتلت میشن. و اصلا یه هشتگی درست شده بود براش در توییتر که کتلت پارتی، یعنی اینقدر حجم کشته هایی که اینها دارن در اون منطقه میدن زیاد هستن. تمام این مدت رهبر جمهوری اسلامی کارش شده خوندن نماز میت برای جنازه این تروریست ها، یعنی عکس ها و تصاویری که از خامنه این روسا میاد بیرون سر تابوت های همینایی هست که شما براشون جشن میگیرید که کشته میشن در سعودیه و جاهای دیگه به دست اسرائیل. به کردستان عراق حمله کردن که به قول خودشون توان موشکیشون رو به رخ امریکا و اسرائیل بکشن. بعدش دیدین که چه شد، نتیجه شد چه خراب شدن رابطه نزدیکشون با بغداد، جایی که حیات خلوتشون هست، و کار به جای رسیده که مردم عراق الان کالاهای ایرانی رو در عکس میبینید تحریم کردن. بزرگترین بازار صادرات کالاهای ایرانی هست این کشور و الان کمپین های را افتاده برای اینکه نخرن محصولات ایرانی رو. گفتن اوضاع داخلی پاکستان در شرق به هم ریخته، یه نمایش قدرتی ما اونجا نشون بدیم تا دیگه به قول معروف اقتدارمون درش خدشه وارد نشه. به پاکستان موشک زدن، بازم خلاف ادعاشون اسلام آباد 24 ساعت بعدش جنگنده‌هاش رو تا عمق 50 تا 80 کیلومتری حریم هوایی ایران فرستاد و یه شریک استراتژیک دیگر رو هم که خیلی با خودش تفاوتی نداره در شرق کشور از دست داد. و ببینید در تلویزیون چه جوری راجع به این حملات اینها صحبت کرد. متاسفانه امروز بودن ساعت 4:30 صبح بود یه سلسله چند تا انفجار اومد که بعد متوجه شدیم که بعد از بررسی که صورت گرفت نزدیک نز یکی از روستاهای مرزی ما توسط اصلاً که پاکستان با موشکی را زدن. روستاهای ما رو که در این حادثه 3 زن چه کشته شده و 4 کودک که اینا اتباع غیر ایرانی هستن. یک انفجار دیگه با یه فاصله دورتر نزدیک شهر سراوان اتفاق افتاده که در اونجا ما تلفاتی نداشتیم. خب خدا رو شکر. دست شما درد نکنه جناب آقای مرحمتی معاون امنیتی انتظامی استان سیستان بلوچستان. میگه خدا رو شکر 4 کودک، 3 زن و 2 مرد جانشون رو در خاک ایران از دست دادن. این مجری احمق میگه خدا رو شکر. توی این وسط جان کودکان و شهروندان بیگناهی که حتی میبینیم که در همین ویدیو هم دیدیم که رژیم گردن نمیگیره تبعی ایران هستن، یک عامل دیگه برای خشم و نفرت عمومی از این جمهوری اسلامی شد و به قول معروف یک عامل دیگه برای تحقیر اینها که حتی در مقابل پاکستان هم اینها حتی یک اعتراض رسمی نتونستن بکنن. فقط گفتن ما باید پاسخگویی داشته باشه پاکستان. اینها پاکستان هم اصلا به روی خودش نیاورد. همون مزخرفی که جمهوری اسلامی تعبیر پاکستان داد که ما یه جایی رو زدیم که تروریست‌ها بودن، یک روستایی که مقر تروریست‌ها بود، همون توضیح رو هم به حالت
بسیار کنایه‌آمیز پاکستان تحویل رژیم داد. ما دیدیم بعدش معاون اطلاعات سپاه قدس در سوریه کوچ شد، همه گفتن تبعه ایران نبود. خب درود ویژه خدمت شما تاجداران و تمام اهورائیان، جاوید شاه، جاوید خاندان ایران ساز پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان با اون تاج همیشه طلاییش. امیدوارم مثل همیشه سرفراز، پیروز، موفق و پر از انرژی باشید و امشب هم در خدمت شما عزیزان و تاجداران خواهیم بود در لایو امشب کنار شما نازنینان و صحبت‌های شما رو شنونده خواهیم بود. امشب سعی می‌کنیم شما عزیزان رو بالا بیاریم و بیشتر با شما و عزیزان نازنینی که در لایو قرار دارن اظهار نظرات شما رو جویا میشیم و میشنویم همه مطالب شما رو و پاسخ خواهیم داد. اگر سوالی عزیزان دارن در کنار شما عزیزان. میبینم که امروزه همه شما با قدرت تمام دارید مطالبی رو دنبال میکنید که دست خوش همین مطلبی است که در امروز و دیروز مملکت ما جمهوری اسلامی به وجود آورده و مانع تراشی و در اصل مانع سازی کرد و ملت ایران رو وارد اون تحجر خودش و تفکر اندیشه کثیف خودش کرد. و امروز هم شما نازنینان دیدید، در این تفسیر هم دیدید، آقای زراعتی صحبت میکردن در مورد همین شخصیتی که عبداللهیان. ببینید چه کسانی جای چه کسانی قرار گرفتند. پادشاه عزیز ما چه تسلط ویژه‌ای داره به زبان‌های متفاوت، اعلی حضرت رضا شاه دوم هم همینطور و خود افرادی که در کادر رجال سیاسی بودن و خود خانم‌هایی که در دوران باشکوه پهلوی خدمت می‌کردند به ایران عزیز و تاجدار ما، همه و همه چقدر مسلط بودند به دیپلماسی و گویای یک کشوری بودیم که به زبان‌های مختلف میتونه با سیاست خودش و درایت خودش کشور عزیزمون رو به اون چرخه اصلی به وجود اومدن و پدیدار شدن جمهوری نکبت آخوندی. ما روزگار بسیار سختی رو متحمل شدیم و شما عزیزان هم در دوره‌های مختلف دیدید که جمهوری ملایان چه اجعاف بزرگی در تاریخ و ایران و ایرانی کرد و تا به امروز نتیجه اون ظریف الدوله ها، ظریف الدوله رو گذاشتن کنار، سعیدی ها و من واقع ولایتی ها که امروز هم شما عزیزان دارید او رو میبینید در فضای مجازی و سرنوشتی مثل آقای ظریف الدوله و آقای عبداللهیان، همه اینها بر اساسی بر کشور ما الان دارن حکومت میکنن عزیزان نازنین، که کشور اهورایی ما دیرباز 40 سال پیش یکی از کشورهای متمدن، کشورهای پیشرفته و کشورهای دارای اعتبار جهانی بود و طبیعتا پادشاهی درایتمند، مردی اهورایی و تیزهوش و مسلط به اوضاع سیاسی جهان و منطقه بود. و میدونیم که در امروز هم سالگرد همین مسئله انقلاب سفید هست و 6 بهمن محسوب میشه. در 6 بهمن سالی که اعلی حضرت محمد رضا شاه عزیز توانست بسیاری از موهباتی رو که مردم امروز جویای اونها هستن و میخواهن انقلاب کنن، پادشاه عزیز ما محمد رضا شاه بزرگ تمام این موهبت ها رو دو دستی تقدیم ملتی کرد که پس از چند مدت توانستن با مرگ بر شاه گفتن و توهین کردن به خاندان پهلوی و ولی نعمت خودشون کشور رو به تاراج بدن و کشور رو به سیاهی شومی تبدیل کنن که امروز شما عزیزان نتیجهش رو دارید روزافزون میبینید. محمد رضا شاه بزرگ توانست در دوران خودش شکوفایی سیاست‌های خارجی و داخلی رو آنچنان پیشرفت بده که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم مؤثر می‌شد
مؤثر بود و اظهار نظر پادشاه ایران رو در تمام ابعاد جویا می شدن. در دوران پادشاه فقید یا اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ، تاوانی ما امروز داریم میدیم که در اصل تاوانی است که فکر میکنم خیلیاتون پرداخت کردید و کمتر کسی است که در خانوادهش یک معتاد نداشته باشه، یک اعدامی نداشته باشه. در خانواده که میگم یعنی فامیلای اطراف خودشون، یا شهیدی نداده باشه، یا اسیری نداشته باشه، یا زندانی سیاسی نداشته باشه. این دستاوردی بود که به رایگان شما کسب نکردید، بلکه باید عرض کنم خدمت شما عزیزان، این دستاوردی بود که با هزینه های گزاف این دستاورد رو به دست آوردید و امروز شما عزیزان با هر شرایطی، خوب توجه کنید عزیزان، محمد رضا شاه بزرگ امروز فاتح قلب هاست، فاتح تمام قلب هایی است که در تمام ادوار تاریخ در گوشه گوشه های کشور ما امروز نام او، یاد او، تفکر او، زبان او، اندیشه او سرلوحه تمام جوانان و گذشتگان است. سرافرازی و پیروزی های او در تمام دوران از نادرشاه هم بهتر بود و تفکر و اندیشه این بزرگ مرد کار به جایی کشانده که امروز میلیون ها ایرانی بر او خدا بیامرزی میگویند و طالب برگشت خاندان پهلوی هستند و فرزند او رو باز هم نکوتر از نکویی هایی که در دورانش او به ملت ایران اهدا کرده بود، فرزندش رو مردم ستایش میکنن، خاندانش رو ستایش میکنن، خاندانش رو به نوعی صدا میزنن و حاضر هستند با هر هزینه ای دوباره دوران پرشکوه پهلوی رو تجربه کنن. امروزه دوستان نازنین من در ششم بهمن قرار داریم و روزهای بسیار عجیبی است، چون میدونید یک هفته بعد از اون بلافاصله در سالگرد ششم بهمن انقلاب سفید شاه و ملت ایران شورشی میکنن و تا به امروز زبانزد خاص عام است. خارجی ها و بیگانگان در مورد این شورش 57 صحیفه سجادیه ها نوشتند و بسیاری ما رو به تمسخر نام میبرند در تاریخ که ملتی بودیم و در رفاه کامل یک نفر برای همه ما زجر میکشید، یک نفر برای همه ما کار میکرد، تمام مشکلات کشوری و بیرون از کشور به عهده یک نفر بود و این یک نفر توانسته بود نام ایرانی، اعتبار ایرانی، شکوه ایرانی، چه از دوران گذشته تا چه در دوران خودش و پدر خودش رو آنچنان بالا ببره که در زمره بزرگترین، بهترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان محسوب بشیم و قد راست نگه داریم که ما ایرانی هستیم. اما طوفانی به پا شد و تمام این امیدها و آرزوها در خلعی که در تاریخ ما به جای مانده و خواهد ماند، این خلع متاسفانه تا به امروز که شما مشهودن دارید میبینید بر کشور ما هستش و خلعی به نام جمهوری اسلامی بود که در تاریخ زرین و طلایی دوران باشکوه پهلوی ها و پادشاهان ایران زمین و بزرگ مردان و بزرگ زنان مملکتمون که توانسته بودن این بهترین و لایقترین شخصیت ها رو در طول تاریخ به جهان ارائه بدن که امروزه زبانزد خاص عام هستند در تمام زمینه ها و ابعاد، متاسفانه این عظمت را سیاهی شومی که خود شاهنشاه آریامهر از آن نام می برد تمام ایران را فرا گرفت و ملتی که به نام ملت 57 امت شدند و خواهان امت بودند، یعنی امت میدونید یعنی یک طرفدار یک فرقه کوتاه کوچیک و مکس فندقی، اینا رو میگن امت. اما کشوری که شاه داشت دارای عقبه 2500 سال فقط سند مکتوب بود و نگارهای مکتوب بود و تشکلات مکتوب در تاریخ جهان بود
و یکی از چند کشور بزرگ در اصل پیشرفته جهان و خدمتدار جهان بود، متاسفانه به دست یک مشت مغز فندوقی به این روز سیاه گرفتار شد که تا به امروز شما عزیزان هرچه تلاش میکنید نمیتوانید این مطلب رو هضم کنید که بودن کسانی که واقعا این روزها رو برای ما خواهان بودن، بودن کسانی که در اصل این روزهای سیاهی رو میدونستن و سکوت کردن و عقل خودشون رو دادن به مردی بی سواد و مردی مجهول الفکر و به هر حال هندی زاده، کشورمون رو دو دستی تقدیمش کردن و با تحجرهای دینی و تفکرات دینی ملت و ماه میهن رو تقدیم خمینی کردن. علاوه بر این که تقدیم خمینی کردن، او رو ملت ایران که امت شده بودن در ماه تماشا کردن و برای او صلوات ها فرستادن، موی او رو در کتاب قرآنشون پیدا می کردن، جویای اون تشکلات و تفکرات غلط بودن که شما عزیزان هم تا به امروز دارید می بینید و تجربه می کنید. به هر حال ششم بهمن روزی بود که در اصل ملت ایران 5000 متر مربع از تمام زمین‌هایی رو که اعلی حضرت رضا شاه بزرگ اینها رو به نام پادشاهی کرده بود، چون میدونید در آن دوره چیزی به نام محیط زیست یا منابع طبیعی وجود نداشت، سازمانی برای ارائه این مراتب نبود و این مراتب دست تمام خوانین بود و خوانین هم قریه های متفاوت، رعیت های متفاوت رو به خودش جذب کرده بود و به مردم بیگناه، نادان و به هر حال کم سواد آن دوران حکومت میکردن و حکومت هاشون ایالتی بود. کشور ما به صورتی قرار گرفته بود که همه خوانین حکومت های یک دندگی خودشون رو بر رعیت ها و مستولی کرده بودند و با فشار بر آنها در ناموس آنها هم دخالت داشتن، نان آنها دخالت داشتن و خوانین هم میدونید که اگر عقبه اونها رو برگردیم، یک کوچکترین خانی که اونجا اگر در مناطق مختلف بخصوص در شمال و جنوب ایران بسیار از این خوانین ما داشتیم، یکی از خوانین مثلا 70 قریه زیر دستش بود، کوچکترینش. شما فکر کنید کشوری به این شکل، بعد اینها می اومدن باج و خراج متفاوت رو از رعیت می گرفتن، زمین ها مال خان بود، ازدواج به اذن خان بود و به هر حال تمام دارایی خانواده ها به اذن خان مربوط می شد و تمام اینها بر می گشت به نادانی، جهل و دورانی که پادشاهان قاجار بر کشور ما انجام داده بودن و مردم عزیز نازنین سرزمینمون دست به عصا را می رفتن، بیگانگان در کشور بودن، رضا شاه بزرگی پدید آمد و زمینه های برکناری حکومت های فئودالیستی یا به نوعی تفکرات خان و خانداری و سرگردن بگیرها و دزدها و قاچاقچی های آن دوران رو با اسب نه با قطار، با اسب نه با هواپیما، با اسب نه با پهباد و با تمام وجود بدون داشتن اینترنت تمام ایران رو پاکسازی کرد و فرزند فقید او یعنی محمد رضا شاه بزرگ توانست در دوره‌ای که رضا شاه تبعید شد زمین‌ها رو به نام پسر کرد و این زمین‌هایی که از خوانین گرفته شده بود در تاریخی مثل امروز یعنی ششم بهمن به نام نامی ایران و شاهنشاه ایران، این زمین ها 5000، خوب توجه کنید، هکتار از این زمین های حاصل خیزی که از خوانین گرفته شده بود به ملت ایران و رعیت ها و کشاورزانی که در مناطق مختلف بودن سند ثبتی ارائه داد، سندهایی منگوله دار، چون اداره ثبت احوال و ثبت اسناد هم به وجود اومده بود در دوره رضا شاه بزرگ و
و شکلی مدرنتر و مدرنیته تر به خودش گرفته بود در دوره محمد رضا شاه بزرگ، و همه اینها دست به دست هم داد تا اینکه محمد رضا شاه بزرگ تمام این زمین ها رو در چند سال و چند دوره به نام رعیت ها نمود و خوانین دشمنان اصلی محمد رضا شاه بزرگ باقی موندن، دشمنان خاندان پهلوی باقی موندن، در کنار مذهبیون قرار گرفتن و پیمانی عجیب به نام ارتجاع سرخ و سیاه به اینها اضافه شد و همه اینها با شرایطی که شما امروزه میبینید نتیجه شد شورش 57. و متاسفانه در این ضوابط و قوانین ما نتیجه های آن فرزندان که محمد رضا شاه عزیز بهشون یاری داده بود، زمین داده بود، شما امروز قوانین رو در تمام ممالک ایران اگرچه دستشان کوتاه شده، اما با ورود جمهوری اسلامی دوباره همین قوانین تشریف آوردن و جهالتی دیگر بر کشور ما، بر مردم ما، بر عزیزان ما با شرایط بسیار بسیار عجیبتری، با شرایط بسیار وحشتناکتری ارائه دادن. همان قوانین امروز ملایان گدایی که قول به قوانین داده بودند که فئودالیسم برقرار بشه و ارتجاع سرخ سیاه هم که شوروی و کمونیست و عرض کنم مائیست و امثال هم بودن، همه دست به دست هم دادن تا سرنوشت کشورمان رو امروزه در دست دارن و مردم عزیز ما همه رعیت شدن. این مردمی که شما امروز میبینید مردمانی هستند بسیار 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 به هر حال زیبنده است که باید گفت. متاسفانه در حال واحد مردمانی هستند مفلوک نادان بودند که دانا شدند، اما با همه شرایط هنوز هم دست تقدیر به خودشون اون اتکا و اتحاد رو القا نکردن که بتونن کار رو یکسره کنن. و هر از گاهی میبینید در کشور عزیز ما کار به جایی کشیده شده که جوانان مملکت من، جوانان مملکت شما و تمام عزیزانی که در آن دوره هیچ تقصیری نداشتن و جزء نوادگان آن عزیزان میشدن در سال 57 خیانت کردن یا فرزندان آنها بودن، همه و همه امروزه با اراده ملی اگر در خیابان ها میان صدای اتحاد رو و براندازی رو به رخ اینها میکشن، متاسفانه بردار میکنن و هنوز هم ملت ایران سکوت اختیار کردن. و ما اصولا ملت ایران عادت داریم یک نفر برای همه ما کار بکنه و ما بر مفت و رایگان بخوریم و بخوابیم و لذت ببریم و بر او هم ایراد بگیریم که چرا بیشتر حق من را نمی دهند. همان مطالبی که توجه به این مطلب داشته باشید، همان مطالبی که خوب توجه کنید، همان مطالبی که مجاهدین ناخلق بارها و بارها وقتی ازشون میپرسی میگه خب این همه خدمات رو جبر زمانه بود و میتونست بایستی انجام میداد، اگر این رضا شاه و محمد رضا شاه نبودن حتما یک کسی دیگه میومد و این مطلب رو درست میکرد. آیا انیشتن هم همینطور بود؟ آیا به نظر شما عزیزان در طول تاریخ ما جبر زبانه باعث شده بود که رضا شاه بزرگ ملیگرا بشه و سرزمین ما رو آباد کنه و روی غلطک ملیگرایی برسونه؟ خیر. آیا به نظر شما اگر آقای توماس ادیسون رو جبر زمانه بخوایم قرار بدیم، پس ما باید به زن آقایون مجاهدین ناخلق و دیگر عمالشون باید همینجور ساکت بمانیم که جبر زمانه ما رو یاری بده و یک رضاشاهی دوباره به ما الحاق کنه یا یک ادیسونی دیگه به دنیا ارائه بده؟ خیلی از این روز که ما فهمیدیم در طول تاریخ باید همه ما کوشش کنیم، زحمت بکشیم، رنج بکشیم، عذاب بکشیم و با این شرایط میتوانیم روزگاری که شما نازنینان در آن هستید این بار با قدردانی، کوشش، تجربه
زجر کشیدن، ممارست کردن و تمام اینها حاصلش بشه مملکتی آباد، آزاد و با شکوه و با جلال که تمام ممالک دیگه باش دوست باشن و خودش در سلوحه دیگر کشورها باشه. ابتدا مردمش در رفاه باشن، ابتدا کشورمون در رفاه باشه، منابعش مال کشورمون باشه، اگر چیزی هم باقی مان که خواهد مان بتوانند به صورت بسیار بسیار دیپلماسی و با کارشناسی درست در مواقع ضرورت به دیگر کشورها هم کمک بشه، که ایرانی ها در طول تاریخ ثابت کردند همیشه یاری کشورهایی دیگر بودند و نمونش هم کوروش بزرگ و جریان داستان عراق کنونی و قانون حمورابی. من خیلی سپاسگزارم از خیلی از عزیزانی که در لایو تشریف میارید. میدونم یکم امشب من کسالت دارم، جناب اتحاد اگر تشریف دارن هستن میتونن تشریف بیارن، بیان بالا صحبت بکنیم و وارد پروسه پرسش و پاسخ بشیم. و عزیزانی که در لایو قرار دارید خواهش میکنم کوتاه سخن بگید که نوبت دیگر عزیزان هم برسه. اگر هم در لایو هستید و به هر حال میخواید یک صحبتی بکنید، ابتدا به اون فیلترینگتون نگاه بکنید، اگر توان نداره وارد لایو نرید که ما بتونیم مراتب رو به هر حال به عزیزان دیگر، نوبت رو به عزیزان دیگر بدیم و این تغییر رو در کارمون باشه که با راحتی تمام بتونیم مردم ایران رو با آگاهی آزاد کنیم. یه دوستی عزیز نوشته مگر ما میخواییم برای تغییر اسم ها انقلاب کنیم؟ باهوش، یعنی با من، باهوش چرا بیراه میری؟ خب خدا قوت، شما میتونی بیای بالاش دوست عزیزی که من پینت کردم، آقای زبلخان، آقای باهوش السلطنه، آقای درایتمند، پوزش میخوام اگر زبلخانم گفتم، زبلخانم بالا یه شخصیتی بود دیگه، اگر میتونی بیای بالا این مطلب رو برای من بگو ببینم من کجاشو بیراه رفتم و برای نام ها منظورتون چیه، چیه و چرا میگید برای نام ها میخوایم بیایم. اتحاد از درخواستی گفتم بزن فداد بشن، نگفتم نمیتونی. اوکی باش متوجه نشد. و این دوست عزیزمون که پینت کردم برای خوش نقش نگاری هم که شده، اگر ساندیسی و بچه های توسی تشریف ندارید و از مجاهدین شکلات پیچ هم نیستید، یه محبت بفرمایید درخواست بزنید من بیارمتون بالا، همین مطلب رو با هم به مذاکره بذاریم. خب آوردمشون بالا، فکر میکنم ایشون تشریف آوردن. اجازه بدید ببینم درخواستش رو خدای ایران قبول بکنه که ما در خدمتش باشیم، که هنوزم وصل نشده. آقای دوست عزیزمون یکیشون اومده، بفرمایید شما، بعد این دوستمون اگر پینش کردم وصل بشه. بفرمایید. بفرمایید. خسته نباشید. عمو سر رب، اینایی که میان از این حرفا میزنن به نظر من اصلا بالا نیاری خیلی راحت تری. نه اتفاقا بذارید میخوام ببینم شاید ما اشتباه میکنیم، چه اشکال داره بیاد بالا ببینیم مطلبش چیه. مطلبش شاید همسورا 43 سال نفهمیدن دیگه نمیفهمن. اتفاقا بعضی مواقع باید با این نوع افراد هم صحبت کرد، با این نوع افراد هم باید مطالبشون رو شنید. امیدوارم تشریف بیارن، امیدوارم، چون من درخواست زدم. خب شما بفرمایید صحبتتون رو، من در خدمتم. جاویدتون همسورا، اولین صحبتم این که در مورد افغانهایی که وارد ایران شدن، اینها طبق عادت جمهوری اسلامی الان برای سوء استفاده جمهوری اسلامی وارد ایران شدن و بعد انتخابات بعد 22 بهمن از ایران پرت میشن بیرون، خودشون هم میدونن. بله. و اینکه فقط جمهوری اسلامی برای استفاده سوء استفاده از اینا رو آورده. ببینید بارها در این خصوص هم من صحبت کردم، عزیزان خوب توجه کنید، افغان ها یا حیله به هر حال جمهوری اسلامی از هر شخصیتی منجر به این نشه که شما با افغانستان بد باشید. ما با افرادی بد هستیم که تفکر دوگانگی رو در بین مردم به وجود میارن. و جالبه بهتون بگم خود افغان ها از آخوندهای ما انقدر نفرت دارن که از طالبانی که دستگیرشون هم شده
بدتر شدن. فراموشتون نشه جمهوری اسلامی مقصره. اینکه اگر 4 تا افغانی هم بیارن و با شرایطی خودشون رو وقت بدن، خودتون رو ناراحت نکنید، این تأثیر آنچنانی نخواهد داشت. مطمئن باشید ایرانی ها وقتی عبور بکنیم از این افراد از جمهوری اسلامی، منجر خواهد شد که خود افغانی ها یکی از دشمنان سرسخت اینها خواهند شد، همینایی که شما به عنوان مزدور یا مراتب دیگر به نام فاطمه. نه همون سورا، من منظورم این نبود، منظورم این نبود که مردم افغان بد هستن یا مثلا چی هستن. منظور من به همین کار آخونده هستش که همیشه یه اتفاقی میفته، مردم های از کشورهای دیگه مثل افغانستان، لبنان، نمیدونم هر جای دیگه، مخصوصا افغانستانی ها میارن داخل کشور، کارشون که پیش میره مثل سالهایی که گذشته، اینا رو با ننگ و با هزار نیرنگ و با هزار تا به اصطلاح مثلا بهشون تهمت میزنن، بعد میندازنشون بیرون. اینو من گفتم که مثلا افغانستان های عزیز اینو متوجه باشن که هیچ آخوندی به اینا رحم نمی کنه. منظور من این نبود که مردم افغانستان بد هستن یا چیز دیگه. آفرین درود به تو عزیزم، درود به تو عزیزم. هیله آخوند، من منظورم به هیله آخونده که هر ساله باشن انجام میده وقتی که کار داره، بعدشون با نیرنگ و هزار تا تهمت دوباره میندازدشون بیرون. بله. هزار نفرشون هم میکشه این وسط، هزار نفر سوء استفاده میکنه و فقط کار خودشو پیش ببره. در حقیقت من معذرت میخوام اگر اشتباه برداشت کردم. این دوست سعیدم هم دیگه خواهش میکنم، این دوست سعیدم هم نوشته عمو سورا من برداشت بد کردید از جمله. به هر حال پوزش میخوام از شما هم، من معذرت خواهی میکنم. درود عزیزم، زنده باشید. ببینید فداتون. بفرمایید. فقط اینو بپرسم، در ایران امروز بعد از جریان جاویدنام قبادلوی عزیز محمد و اعدام او، در ایران به هر حال سکوتی عجیب برقراره، سکوتی مرگبار. و هر گاه و هر زمان و هر ثانیه و هر ساعتی ممکنه ایران متبلور یک اتفاق اهورایی بشه. آیا این احساس رو که شما در درون ایران هم هستید دارید، مشهود هست یا خیر؟ درسته هم سورا، همین مطلب رو تایید میکنید درسته؟ بله. آره، چون من با عزیزانی که در ایران گفتگو میکنم، دوستان، این احساس رو و مراتب رو من میپرسم، میگه همه سکوت اختیار کردن اما آتش زیر خاکستر هستن و مطمئنن یک اتفاقی بزرگ داره رخ میده و این دست و پا زدن های جمهوری اسلامی در شرایط موجود هم در کشورهای مختلف با هر شرایطی مزید بر این علته که راه رو میدونه داره بد طی میکنه، اما طی باید بکنه و ما باید هر چه سریعتر کار رو یکسره کنیم. بفرمایید اگر مطلبی دیگه دارید بفرمایید، نه بریم سراغ عزیزان دیگر. اما سراب حرف دیگه که دارم در مورد هموطنهای بسیجی نظامیه که بارها هم گفته شده و اینها همیشه شاهنشاه سوم پهلوی رو وسط میکشن و میگن که مردم ایران میخوان از ایشون دفاع کنن. به نظر من اولا که شاهنشاه سوم پهلوی حقشونه و بهترین نفر برای ایرانه که میتونه ایران رو زنده کنه و از دست آخون نجات بده. دوم این که داداش من، شما اگه فکر میکنی کس دیگه بهتر از ایشون هست، شما معرفی کن، ما حمایت میکنیم، ما به خاطر ایران از ایشون هم حمایت میکنیم، ولی شما حتی به فکر زندگی خودت، آینده ایران، آینده بچه های خودتون نیستید. شما همین الان 95% همین بسیجی ها، نظامی ها، سپاهی ها پراد سوار میشن. اینو نمیفهمه که تو کشورهایی که تا دیروز همین بغل گوششون شطور سوار میشدن، الان تو چه اقتصادی به سر میبرن، چه ماشینایی، چه پولایی. بعد به قول خودشون یارانه 45,000 تومانی میگیره، افتخارم میکنه. همین گوشه کشورهای همسایه نمیبینه که یارانه های 200 میلیونی به پول ایران، 200 میلیون طرف یارانه میگیره، 300 میلیون یارانه میگیره به خاطر یه 45,000 تومان که الان داره میگیره. داره از آخوند حمایت میکنه، داره از این دولتی که خودش هم میدونه که ناحقه و داره به ایران رو به نابودی میکشه، داره از اونها حمایت میکنه و خودشونو به خواب زدن. و بهونه‌شون اینه که
مثلا پسر شاهنشاه شاهنزاده سوم پهلوی ایران این وسط هست، اینو نمیفهمه که این آقا به خاطر ایران داره این همه با کشورهای دیگه با مثلا همین آخونده داره مبارزه میکنه. بله من سپاسگزارم. ببینید اعلی حضرت رضا شاه دوم بارها براتون عرض کردم کارش رو به درستی انجام داده بود، وگرنه اینقدر دشمن نداشت. یادتون باشه دشمنانی که اثر حسادت یا دشمنانی که اثر جهالت چه تعمدی چه غیر تعمدی دارن با پهلویسم مبارزه میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه پهلویسم یعنی ایران سازی، یعنی یک سیستم جدیدی که در جوانان به وجود اومده، به خصوص در قشر شیک پاسارگادی، و در اصل جمهوری ملایان با این قشر مشکل داره. مطمئن باشید عزیزان، مطمئن باشید جمهوری اسلامی پلی برای خودش سالم نگذاشته در بین مردم، در بین تمام مردم. همه پل‌های پشت سر خودش رو هم خراب کرده، راه برگشتی هم نداره. از ایران هم که خارج بشن، عرض کردم، به بدترین شرایط تحویل اینترپل خواهند قرار خواهند داد و گروه دیگر از اونها هم به دست وطن پرستانی خواهند افتاد که در خارج 44 سال آواره هستند و به هر حال سرنوشتشون رو یک بار براتون توضیح دادم و از شما عزیزان هم استدعا دارم اینقدر به آینده به دیدگاه شک نگاه نکنید. ما پیروزیم، همونطوری که شاهزاده عزیز اعلی حضرت فرمودند در همین پیام زنده‌یاد برای آقای محمد قبادلو، اگر عزیزان توجه کنن خود اعلی حضرت رضا شاه فرمودن وقت غم خوردن نیست، وقت ایستادن هست، وقت انجام کار ناتمام است. ما پیروزیم. پس بنابراین روی این موضوع با جدیت مهرهای خودتون رو، وسیله های خودتون رو مهیا کنید که روزی که گفتم خدمت شما آبستن اون حادثه بزرگه، تک و تنها و بدون همون سر را خیلی ممنون ندارم. خیلی لطف کردی، سپاسگزارم جاوید شاه. و مرسی از عزیزان نازنینی که به هر حال در لایو میدونم درخواستم زیاد زدید، اجازه بدید من تک تک شما رو بیارم. خب این دوست عزیزمون میگه پس کی ما پیروزیم؟ چرا دروغ میگی؟ تو بشین پیش اون مسائلی که داری، چلو اندی ساله همین مطلب رو هی بردید آخر و بردید اول. حالا ما تکراری میگیم یا میخواید بگید دروغ میگید؟ چون میدونید حافظه شما متاسفانه به این شکل آقای چه نمیشه؟ آقای احد، آقای احد، یه احدی داشتیم تو دسپول یادش بخیر، احد و دوله، بشین پیش آقای عبداللهیان و یه تجربه توسی صفت باش داشته باش، بهت میگه که ما پیروزیم. خودتو خیالتو راحت کنم، احد المشترک، بری اونجا باش، آقای ظریف الدوله برای توضیح خواهد داد. خب عزیزان نازنین، من درخواست بسیاری از شما رو دارم میزنم، حالا وقت بشید یا نشید دیگه شانس شماست و به اینترنت شما به هر حال بستگی داره. اون دوست عزیزمونم که نوشتی من اشتباه کردم، دوست عزیز من متاسفانه شما رو وصل نمیتونم بکنم، هرچی میزنم وصل نمیشید. و یک اتفاقی دیگه هم در این مراتب داره رخ میده تو این روزها، به هر حال الان 150 خورده‌ای در لایو هستید، و اون اتفاق بچهای عزیز اینه که در حال واحد یک راستی آزمایی ما داریم، یک حقبازی جدیدی دیگه جمهوری اسلامی که تکراری هم هست اما جدیده، نوع جدیدترشه. بسیاری برای شما عزیزان هم ممکنه تعجب آور باشه، میان در بازی فوتبال زنان عزیز رو میارن و به هر حال یک تابو شکنی میکنن و با آهنگای محلی میخوان ماسمالی کنن فیفا و جریان فیفا رو، یا برای مطالب خودشون و اندیشه های خودشون
میان و در همین روزها در تلویزیون و رادیو تلویزیون های غصب شده خودشون در وسط اونها در 44 سال میان مطالبی رو ارائه میدن یا تصاویری رو ارائه میدن که بسیار مضحکه و میبینید بیننده مردمان عزیزمون که بیننده هستن در فضای مجازی به اونها خورده میگیرن و مورد تمسخر قرارشون میدن و میبینید که میان با شرایطی روسری ها تغییر کرده، مانتوها تغییر کرده، یکم مانتوها اومده بالاتر و رژ لب ها زده شده. فکر میکنن این مراتب میتواند برای آنها منشأی بشه برای رأی گرفتن. یا میبینید در حتی کارد به جایی میرسه که جمهوری اسلامی کارد رو بلند میکنه و به استخوان خودش میزنه و بیاد از حربه های مختلفی دیگرش استفاده میکنه، مثل رد صلاحیت آقای بنفش یا همان حسن بنفش و مراتب دیگر. و این مراتب شما عزیزان رو به یک سیستمی میبره که به او بیشتر کینه‌ای‌وارتر و بسیار عصبانیتر بهش بپردازید که به زودی زود کارش رو تموم کنید. جمهوری اسلامی در تنگنا و گوشه رینگی قرار گرفته که شما هرچه بیشتر دست و پا میزنه باید شما عزیزان قدرت خودتون رو به اون نشون بدید و راحتر میتونید از پسش بر بیایید. از این که میگن نه عزیزم، من قوی تر از این حرف هستم که شما نوشتید و مرسی از راهنماییتون. این افراد رو من اگر نمیشناختم، ببینید یه چیزی بهتون بگم، یک برنامه اومده، بذارید خیالتون رو راحت کنم، یه برنامه اومده در سیستم اینترنتی و به خصوص اینستاگرام. حالا خیلی ها ازش هنوز اطلاع ندارن، این عزیزانی که به ما یاری میرسونن به ما ارائه دادن، کسایی که پیج فیک دارن و به هر حال میشناسیمشون یا از دوستان خودمون هستن در مراتب دارن کوشش میکنن، با به قول خودشون زیر آبی میرن یا زیر دریایی استفاده میکنن، ما پیجاشون رو به راحتی میشه مشخص کنید. یعنی در اینجا سیستم برنامه اینستاگرام اینقدر پیشرفته شده برای شما ارائه میده که این افراد دارای پیج فلانی هستن، از کجا اومدن و منشأ پیجشون، مگر اینکه مراتب دیگر رو دور بزنن که اونم بعید میدونم انقدر اطلاع داشته باشن. و مطمئنم شما عزیزان حواستون به این موضوع هست، من بیدلیل به کسی نمیگم شما برید پیش آقای توسی یا مراتبی از این دست. یه دوست عزیز رو بردم بالا، بذارید به بحث برسیم تا اینترنت قویه. جاوید چا بفرمایید، من در خدمتم. امیدوارم وقت شدی ولی دوباره سرچینگ زد عزیز من. خب من این دوست رو میبرم پایین. آقای عزیز میدونم که اگر قفل نکنه اینترنت ما، بریم که عزیزان بیشتری رو در خدمتشون باشیم. همه عزیزان هم بنویسید جاوید شاه و با قدرت که اون انسجام خودتون رو حفظ داشته باشید و بدونید که چیکار داریم انجام میدیم. و به قدری آگاهی مردم ایران بالا رفته، جمهوری اسلامی داره التماس میکنه، میگه اگر کسی رأی نده با امام زبان مقابله کرده. یعنی مراتبی از این دست بالاتر هم داریم، فتواهای شکلات های آخوندی است. دوست عزیز بفرمایید و جاوید شما من در خدمت. دوست عزیز شما بالا هستید، بفرمایید اگر میخوایید صحبت کنید. خب فکر میکنم ایشون هم مساعد نباشند، من میبرم ایشون پایین. عزیزانی که میخوان صحبت بکنن درخواست بزنید، کسایی که نمیخواید صحبت کنید لطفا درخواست نزنید، که ابتدای لایو ورکو میاد داخل یک لایوی برای او ریکوست میاد، درخواست میاد، لطفا اون رو نزنید که وارد درخواست کننده ها نشید. عزیزان این دوستان میگه چرا صدای من نمیاد؟ خب والله من دیگه شما رو آوردم بالا، امیدوارم حالا یه بار دیگه هم میزنم بیا بالا اگر صدای شما نمیمد، حالا اگر بیاد من در خدمت شما هستم. این پرسش و پاسخ و این گفتار ما گفتاری است که به هر حال در یوتیوب و عزیزان خارج از کشور بیشتر نمودار میشه. یه خبری هم میخوام بهتون بدم، خبر بسیار مهمیه، منتها یه دو سه روزی دیگه تأمل بفرمایید.
این خبر رو من یکم دست دست میکنم تا نتیجه بیشتری بگیرم ازش و این خبر بسیار مهم رو هم به شما ارائه بدم. فقط خواهشی که دارم از شما نازنینان، راه برون رفت رو هممون پیدا کردیم. کوشش بیدریق شما رو من احساس میکنم. دوست عزیزی رو آوردم بالا، بفرمایید اگر صدای من رو دارید. خوبی؟ درود بر شما. سلام. مرسی عزیزم، بفرمایید. خوبی؟ سلام. خوشه دونه. مرسی عزیزم، صحبت بفرمایید. بگو. بخواستم ببینم پسته شاه به مملکت ایران میتونه برگرده یا نه. برمیگرده یا نه منظورت؟ آره، ما امیدواریم بیاد. اصلا شک نداشته باشید. خب آشنایت میشه واسه من داد حرف منو به گوشش رسون. ببین عزیز دلم، شاهزاده عزیز که توی این لایو نیستن، شما عزیز متوجه هستید سوالتون در مورد این بود که آیا شاه به ایران بر میگرده یا نه. منم نه ادعایی نکردم. اونو بلدم برم جرد، اونو بلدم برم جرد، اونم حرفمو به گوشش میرسه. 100% صداهای شما رو اگر توی فضای مجازی نشنیده بود و علا حضرت نمیدونست که شما عزیزان ملت ایران به او وکالت چگونه دادید، خب طبیعتا اینقدر تلاش بیدریق خودش رو در جامعه براندازی منسجم شما کف خیابانی ها نمی کرد. همیشه میگه مردم ایران کف خیابان مطرح هستن برای براندازی، چون شما نتیجه رو باید ارائه بدید. او همیشه هستش، بوده و خواهد بود. شما شاه هستید، او شاه شاهان، و مطمئن باشید این مطلب مهم رو همه عزیزان درک کردن و شما هم بهتر باید انجامش بدید. مرسی عزیزم، اگر سوالی دیگه هم دارید بفرمایید. تشکر دارم. خیلی لطف کردید. دمت گرم خود. خیلی لطف کردید. ببینید عزیزان نازنین، بازم این مطلب رو یه بار دیگه من بگم. من اینجا که هستم در این لایو، هیچ گونه ارتباطی، هیچ گونه رابطه‌ای، ضابطه‌ای، تشکیلاتی که با شاهزاده رضا پهلوی عزیز برای این لایو و گویش این لایو ارائه میدم وصل نیست. خواهش میکنم توجه داشته باشید. هی بارها این رو من بچه ها میگن یا مینویسن، من هم یک سربازم عین شماها، از ایران اومدم، تلاش میکنم مثلش سربازی برای وطن و برای شاهم، برای ایرانی آزاد، ایرانی آباد. و اتفاقا امروز یه پستی هم دیدم میخواستم بذارمش، فراموشم شده، حتما امشب سعی میکنم درستش کنم بذارم. آقای ضیاء آتابای یا همون خواننده قدیمی که بعدها در تلویزیون پارس هم قرار داشت و یکی از مؤثرترین افرادی بود که در اپوزیسیون براندازی پادشاهی خواهان هم بود، متاسفانه روی تخت بیمارستانه و روزهای بسیار بدی رو داره طی میکنه. امیدوارم این هنرمند و این مبارز ملی مطمئنن زندگی بسیار درازتر و طول عمر بیشتری داشته باشه و در کنار شما عزیزان و تمام نازنینان باشه برای براندازی در ایران. ایشون رو زیارت کنیم و همچون شاهرخ عزیز و دیگر عزیزان او رو در این حالات اسفناک از دست ندیم. درود بر اتحاد عزیز. من جناب سرنگ رضایی رو نمیبینم، اگر سرنگ رضایی هستن و مایل هستن بیان بالا صحبت کنن بگید، بنویسید و من در خدمتشون خواهم بود. جناب سرنگ من نمیبینم، اگر هستن ارائه بدن یه مطلبی، من در خدمتشون هستم. به موقع مدش بعد یادتون باشه. درود بر شما. درود عزیزم. درود بر سهراب جاوید چات اول. جاوید چا، من در خدمت. سهراب جان می‌خواستم زیاد وقتتون رو نگیرم. عرض من اینه که فقط مردم در روز انتخابات به هیچ وجه ممکن از خونه بیرون نیان. الان داره جمهوری اسلامی یک طراحی میکنه، یک آتش سوزی و یک فاجعه ای داره به بار میاره که مردم روز انتخابات یا به نفع اعتراض هر جوری داره برای اینا نقشه میرسه مردم رو بکشونه بیرون، که خودش ثابت کنه که این مردم برای رأی اومدن. فقط ما باید روز انتخابات به هیچ وجه ممکن از خونه بیرون نیاییم. عزیزان من، جمهوری اسلامی نیروهایی داره اهل معامله هستن. ببین امروز داره بسیجی از جمهوری اسلامی پول میگیره، مردم رو سرکوب میکنه.
یه روزی میشه همون از یکی دیگه پول میگیره جمهوری اسلامی را میفروشه. خدا نکنه تو کشوری اگر بخور بخور باشه، رشوه گیری باشه، پول بخورن روزی بشه. من اینا از آب روشن‌تر میبینم، نه من، همه اینا میدونن. اینا چیکار کنن؟ فرماندهانا باید پول بفروشن، باج بگیرن، همین بسیجی‌های رد پایین اینا رو میفروشن روزی. جمهوری اسلامی به این مقدار نمیتونه دلش رو خوش کنه. مردم، ما پیروزیم، مطمئنیم ما پیروزیم، چون امروز داره جمهوری اسلامی نیروهای را میگیره، همه نیروها را ازش پول میگیرن، هیچ نیروی تای دلی داره براش کار نمیکنه. مثل ما نیستن که دست خالی بیان بیرون برایش شاهزاده قدم بردارن بدون هیچ ادعا، فقط برای نجات کشورمون. نه، اینا دارن پول میگیرن ازشون. روزی هم میشه اینا برای یکی دیگه هم کار میکنن، اینا دارن معامله میشن. کسی هم در هر کشوری هم نیروهاش اهل پول باشن، اهل معامله باشن، اینا یه روزی بهشون حکومت رو میفروشن و به این راحتی هم آخوندها رو اینا میفروشن روزی، و اون روز زمان نمیبرن، به این زودگی و خیلی راحت اینا رو میفروشن. ما مطمئنیم جاوید شاه تا ابد. فقط مردم، ما یک هدف کنیم، روز انتخابات از خونه بیرون نیاییم. رمز پیروزی ما و روزهای بعد از انتخابات حتما مردم اعتراض، اعتصاب. آفرین، دقیقاً. ما نباید اصلا روز انتخابات از خونه بیرون بیاییم. جمهوری اسلامی هم الان بسیار ترسیده، چه با تحریر، چه با منت، چه با هر گونه داره تلاش رو میکنه مردم رو بیاره پای صندوق. این نماینده های این دوره خطرناکترین نماینده هستند و نماینده هایی هستند که دارن مجلس میرن فقط برای قتل عام ما ملت. همین بی‌شرفا نبودن مگه تو مجلس گفتن که معترضین رو اعدام کنین، اینا رو قتل عام کنین؟ همینا بودن. و این سری اینا رو بیشتر تهدید کردن نماینده ها را، گفت اگر پای صندوق مردم اومدن شما وارد مجلس رفتین باید این کارا بکنین. اینا نماینده ما نیستن عزیزان من، اینا نماینده دولت هستن، اینا قاتلای ما هستن، اینا به هیچ وجه ممکن برای ما کار نمی کنن. هر کی میخواد تعصبی، الان برادر منم خودش رو کاندید کنه، اگه من بی‌شرف باشم براش رأی بدم، اون داره برای من کار نمی کنه، برای هموطن من کار نمی کنه. اصلا برای نماینده ها تمامیت ارضی ایران مطرح نیست، منافع ایران براشون مطرح نیست. کدوم نماینده اومد گفت که آقا دریاچه چرا فروختین، دریای خزر برای چی فروختین، نمیدونم پیشا برای چی فروختین؟ همه دارن ایران رو میفروشن، اینا را ایران رو میفروشن. نماینده برای مردم دارن کار نمیکنن. عزیزان من گل نخورین، به مردم بگین، اطلاع رسانی کنین آقا اینا قاتلای ما هستن، اینهایی که دارن مجلس میرن فقط برای کشتن ما دارن میرن. بعد از انتخابات فاجعه در راهه، بعد از انتخابات بدبختی ها در پیشه. مردم ننشینین، مردم ساکت نمونین. آفرین، من به روز میگم جاوید شاه تا ابد. سپاسگزارم بازم مثل همیشه، و جاوید شاه درود به تو عزیز و بهت افتخار میکنم. جاوید شاه سپاسگزارم، آفرین. یکی از مسائل مهمی که عزیزان باید مطرح هست و حواستون به این مسئله باشه، اوکی آقای اتحاد عزیز، پس من اگر اومدم بنویسید که من حقیقتا نمیبینم بعضی اوقات عزیزان رو. نه متاسفانه جناب اتحاد عزیز، لایو من قفل کرد و دیگه درخواستی نمیشه بگیرم، و جناب سرنگ عزیز همون اوایل اگر بودن با چند دقیقه زمان میتونستیم مزاحمشون بشیم، مکولیش میکنیم به فردا شب که در خدمتشون باشیم، یا شبهای دیگر، و ازشون هم عذرخواهی بکنید از طرف بنده و تمام عزیزان. متاسفانه لایو امشب نازنینان، همه شما عزیزان درخواست دادید، میدونم متاسفانه وقت دیگه نمیشه، این اینترنت ما هنوز مشکل داره، امیدوارم تو این روزها بتونم این مسئله رو حل بکنم و در خدمت شما عزیزان باشم. گفتنی ها بسیاره و حرف ها بسیار باید گفته بشه، و امیدوارم عزیزانی که در لایو های مختلف هستن و عزیزانی که در فضای مجازی دارن زحمت میکشن، هر کدام تیکه ای از این بار سنگینی که به عهده همه ما هست برای ایران و این مراتب رو به عهده دارن، بیان و صحبت کنن و کنار هم باشن، و اطمینان دارم همه عزیزان میتونن چراغ راه خود رو پیدا بکنن که همانا
ایران عزیز و پادشاه عزیزمون هست و برگشت دوباره اوج کشور و افتخار کشورمون به اساسی که در دنیا همه نازنینان ازش باخبر هستید. خیلی خوشحال بودم که بتونم در ادامه لایو در خدمتتون باشم، ولی واقعا من امشب خودم کسالت دارم، بدطوریم و با این سعی توانستم تا اینجا لایو رو ارائه بدم. اگر کمی کاسی و صحبت‌های من ناقص مونده یا مراتبی داشتم از همتون پوزش میخوام. آمدن من در لایو به خاطر این بود که شما عزیزان بدانید وظیفه ملیمون چیست. فقط خواهشی که ازتون دارم، متاسفانه یه خبر بسیار ناراحت کننده‌ای که من رو بیشتر آزار میده اینه که در یوتیوب نمیبینم اتون. متاسفانه من در یوتیوب باید شما عزیزان اونجا لایو ها رو تا انتها ببینید و ساعت لایو ها رو پر بکنید. خیلی از عزیزان رو نمیبینم و این تنها گلگی من از شما نازنینانه و امیدوارم به خودتون بیایید که اگر واقعا ملی‌گرایی فکر میکنید، این هم یک نوع مبارزه است و این راه مبارزه است. تنها چیزی که چراغ این لایو رو میتونه نگهداری بکنه، یاری رساندن به ما به سبکی است که در یوتیوب شما برید و اونجا لایو ها رو ادامه بدید و ببینید که ما بتونیم در اونجا ما با آرزوی بهترین ها بتونیم بیایم و در کنار شما باشیم. فداتون بشم. اگر فردا شب هم نیومدم به خاطر اینه که شما در یوتیوب ما رو یاری اگر ندید، ما نمیتونیم چراغ اینجا رو روشن بگذاریم یا شبهای دیگر. متوجه باشید حتما باید در یوتیوب این لایو ها دیده بشه، ساعتش دیده بشه، کامنت بذارید، لایک کنید و حتما کامنت های شما تأثیر داره و من اونجا پاسخ شما رو اگر ببینم خواهم داد. مرسی از همتون و حتما در یوتیوب بیایید و ارائه بدید این مطلب رو، یاری برسونید. دوستان عزیزی هم که نوشتن ما ندیدیمتون در یوتیوب، برید در بیوی همین پیج آلبوم پهلوی، در اونجا یه خط آبی رنگی نوشته شده آدرس یوتیوب. آدرس یوتیوب ما انگوش که بذارید روش، اگر یوتیوب نصب داشته باشید شما، حتما مطمئنن شما وصل میشید و پیدا میکنید این مطلب رو و به راحتی فالو یا سابسکرایب خواهید کرد و در اونجا در خدمتون خواهیم بود. من پوزش میخوام از همتون. عزیزانی هم که در لایو هستن اگر نتونستن من رو پیدا بکنن، عرض کردم تنها راهش اینه که از آقای اتحاد بپرسید، از خانم میترای عزیز بپرسید یا عزیزان نازنین در یوتیوب. گفتم بالای بیو، یعنی اینجا ببینید، بازم یه تکرار میکنم، ببینید تمام پیج های من، 4 تا پیج اینستاگرامی دارم، حالا این آلبوم پهلوی دوه، چیزه اهورا مزدای دوه، این خط آبی رنگی که شما اینجا میبینید عزیزان، این خط آبی رنگ آدرس یوتیوب ماست. شما وقتی به صورت کلیکوار کلیک بکنید روش، مستقیم شما وارد یوتیوب میشید و اونجا حتما سابسکرایب کنید. من در خدمتتون هستم. بهتون افتخار میکنم. جاوید شاه بدرود، تا شبی دیگر. مرسی عزیزم، من در یوتیوب منتظرتون.